خب کجا گفتیم؟ کاربرد فوریچ. خب فوریچ چیه؟ ببینید فور ما اومدیم ازش استفاده کردیم میگه، درسته؟ اومدیم از فور توی کارامون، مثلا ما گفتیم let data، یه سری چیزها اومد. حالا مثلا من میام اینجا دوباره، من اینو پاک نکنم، یه هر سری هم پاکش میکنم بعد چیز میشه، چی میگن؟ این مثلا یه آرایه، حالا من آرایه چرا اینجوری نوشتم؟ حالا دیگه فقط صرفا اینکه به خاطر اینکه مثلا 0 1 2 3 4 تو ذهنتون راحت تر بمونه. خب ما می اومدیم از فور، می اومدیم اینجا استفاده می کردیم، می اومدیم دیتا رو میخواستیم چاپ کنیم، بعد میذاشتیم مثلا دیتا داد لنس که بیاد لنسش رو حساب کنه، مثلا بیایم بگیم مثلا داکیومنت، حالا حتما هم نباید باشه، بیایم از بکتیک استفاده بکنیم که تمپلیت استرینگ یک ماسکریپته، بیایم اینجا بنویسیم مثلا چی؟ دیتا آی، درسته؟ الان بیا این طرف همه رو چاپ کرد. حالا اینا که بهتون میگم می طرف میوزی میگم این به چه درد میخوره، من میگم ان شاء الله یه جلسه دیگه صبر کن ما برسیم به جیسون متوجه میشه واقعا دردش کجا استفاده میشه، و اینکه شما مجبور میشید که یاد بگیری که چجوری میشه از HTTP در واقع XML HTTP request رو که AJAX میشه توی جاوا اسکریپت. ما AJAX دو نوع داریم، یه دونه AJAX داریم توی جاوا اسکریپت، یه دونه AJAX داریم توی jQuery. کدومش بهتر؟ هر جفتشون خوبه، ولی خب جاوا اسکریپت سخت‌تره، ما هم یاد میگیریم بعد بتونید در واقع ازش استفاده کنید. خب ناگهان من اومدم رید کردم دیتا رو خوندم، ولی میتونم یه جوری دیگه هم رید کنم. بیام از چی استفاده کنم؟ data.forEach. فوریچ چیکار میکنه؟ فوریچ هم همونه، فرقی نداره، فقط به این صورت هستش که از شما نه تعداد گام رو میپرسه، نه میپرسه که در واقع طول رشته چیه، من چند تا بیام اضافه کنم. ببین خیلی مختصرتر هستش از فور. بحث سرعت هم مطمئن باشید ازت این وقت یه سوال میکنم، میگن آقا سرعت فور بیشتره یا فوریچ؟ 100% سرعت فور بیشتره از فوریچ. خب فوریچ استراکچر یا ساختارش با فور فرق میکنه، بعد بدونید. ولی خب ما تو پی اچ پی، خصوصا تو پی اچ پی، خصوصا تو لاراول، خصوصا تو پایتون، ما از این مدل استفاده میکنیم برای اینکه رید کنیم دیتا رو از سمت دیتابیس، دیتا رو بخوایم بخونیم و فوریچ استفاده میکنیم. این هم به چه درد میخوره فوریچ؟ یا حالا میریم جلوتر یه چیز داریم به نام مپ. مپ به چه درد میخوره؟ هم تو ریاکت از فوریچ میتونید استفاده کنید، هم از مپ. من چرا از مپ استفاده میکنم؟ مپ یه مزیتی داره به فوریچ، یک به خاطر اینه که در واقع سرعتش میتونه بالاتر باشه، دو به خاطر این هستش که شما دیتا این رو میتونید بریزید توی یه دونه متغیر و این عملا دیتاش هیچ تغییری نکنه، ولی اون مقدار در واقع مپ که شما استفاده میکنید میتونه در واقع چیکار بکنه، فوریچ که استفاده کنید میتونه تغییر کنه. خب حالا حفظ نمیخواد بکنیم، میریم خودم امتحان کنیم ببین. این فوریچ رو من میذارم اینجا، دارم یه کالبک اف ان بخونید. کالبک اف ان چیه؟ یعنی آقا شما بعد از یه دونه فانکشن بیا اینجا استفاده کنید. اون فانکشن رو من یاد گرفتم، بیام اینجا من فانکشن بنویسم؟ نه نیاز نیست، همینجا استفاده کنم. فانکشن بریس باز و بسته، یا مدلی که خودش داشت میگه فانکشن پارام، به این صورت هر جفتش درسته، من به این صورت می‌نویسمش، می‌نویسم فانکشن. فانکشن خودتون می‌دونید پرانتز باز و بسته داره و بریس باز و بسته. خب حالا یکی برمیگرده میگه اگه من چیز بلد باشم چی؟ اکما بلد باشم؟ میگم آره، میتونی مثلا به جای این بیاید اینجوری بنویسید. خب به این میگن ارو فانکشن، میرسیم بهش تو اکما اسکریپت بهش میرسیم، به این میگن ارو فانکشن. ببین دل بخواهیه، من با این نتونستم رابطه بگیرم، نتونستم باش در واقع اوکی بشم، با این راحت ترم، شاید حالا به خاطر اینکه از قدیم عادت کردیم مدل نیست، ولی ارو فانکشن هم هست. حالا همه رو بهتون میگم یه دونه انتخاب بکنید. این چه اتفاقی میفته؟ الان شما داخل این میتونید چیکار کنید؟ کوئری بنویسید، کد بنویسید. خب کد چیه؟ الان چیکار میتونید بکنید؟ دارم میگم دیتا فوریچ میخوام بزنم رود، نمیخوام بیام در واقع گامم رو بیام بگم آی پلاس پلاس، یا بیام برگردم بنویسم لنست چقدره. خودش بیاد به صورت اتوماتیک میاد چیکار میکنه، خودش متوجه میشه تورج مقدار صفرم خودش رو تو استراکچرش در واقع الگوریتمی که براش درست شده این شکل هستش، مقدار آرمین رو میفهم، مقدار یکمه، و ما به اینها میگیم کی، به این میگیم الم،
یا دیتا، حالا فرقی نمیکنه. خب نگاه کن اینجا شما کنترل پی بزنی، نگاه کن برمیگرده میگه این اولیه ولیو، دومیه میشه ایندکس. ایندکس میشه همون چی؟ کلیدتون. ایندکس توی دیتابیس هم دارید، میگن ایندکس مثلا دیتابیس رو بنویسید، منظورش این هستش که اسم در واقع اون سلول رو بنویسید، یا آیدیه یا چه میدونم تایتله یا پرایس، هر چی که هستش. اینجا خب من کیم که در واقع اسوشیتیو نیستش، یادتون اسوشیتیو می نوشتیم. اینجا چیه؟ عدده. من اینجا یه متغیر درست میکنم به نام الم که همون ولیوه. این ولیوه اشاره میکنه به چی؟ این المه اشاره میکنه به ولیوهایی که داخل آرای است. الان ولیو اولی چیه؟ تورج. این چیه؟ آرمین. این چیه؟ علی. این چیه؟ مثلا 34. این چیه؟ یه مقدار دیگه. خب این اولی اشاره میکنه به ولیوها، دومی اشاره میکنه به نامبر، در واقع اون عدد سلول. خب میام اینجا برمیگردم میگم که شما بیا و برای من کنسول دات لاگ کن الم رو. الان چه اتفاقی میفته اینجا؟ تورج، آرمین، علی، 34 تی اتساین دات کام. اصلا من فور استفاده نکردم که ببین چقدر راحت اومد برای من خون. راحت میتونستم بیام بگم چی؟ document dot write h1 و اینجا هم برگردم بگم که الم. بیام اینجا ببینید همه رو خون، ببین چقدر از فور راحت تر میشه، یه فوری چه ساده زده. خب اومد، چه اتفاقی افتاد؟ الم رو گذاشتم. خب حالا میخوام ایندکسش هم در بیارم، بیام اینجا بنویسم، میخوام ببینم سلولش چیه هر کدوم. ببین میگه تورش سلول سفرومه، آرمین یکمه، دومه، سومه، چهارمه. قشنگ من هم تونستم ایندکساش رو در بیارم، هم تونستم چی رو در بیارم؟ ولیو شو. ولیو، این ولیوه. اوکی؟ آره میان شد سلام از 16 همه 14 همه 6 همه مثل چی؟ آره این چیزه، یه مقدار در واقع تعریفیه. بذار مثلا FN این رو بذار، مثلا اینو معمولا من خودم تو ریاکت میذارم کی، اینجا این رو بذار FN، اینو بذار کی، اسمه آره بذار، هیچ فرقی نداره، یه وقت بهش چیز نشه. خب در مورد فوریچ سوال، همه فوریچ اوکی هست؟ محمد چی بود فوریچ؟ تو دانشگاه شاگرد من بودی قشنگ. خب 2, 3, 4, 5 میام اینجا برمیگردم میگم data dot for each چی می‌نویسم؟ خب بریس باز و بسته، بذارین الم باشه. خب عادتیه، نه عادتیه، من عادت کردم در واقع مقدار می‌نویسم. اینا می‌ذاریم ایندکس. الان برمیگردیم میگیم document مثلا dot write backtick h1 چی هستش؟ lm و خب ایندکس. اعداد رو میاد چیکار میکنه؟ براتون چاپ میکنه. 2, 3, 4, 5 خب آیا من میتونم تغییر بدم رو اینا؟ برگردم بگم lm. lm اگه value نبود، خب بگم ضرب مساوی 3 و اینجا الان برگردم بگم console.log data 2, 3, 4, 5 مونده، درسته؟ هیچ تغییری هم نکرد، درسته؟ یه return هم بذاریم اینجا، بازم هم 2, 3, 4, 5 موندش. چرا نمیخونه به نظرت؟ چرا این مقدار؟ ایندکس رو اوکیه. من اینجا دارم میگم الم رو بیا، حالا اصلا به جای ریتر ما میذاشیم کنسول دات لاگ، این رو اینجا میذارم. چرا؟ اینجا داره میخونه 6 و 9 و 12 و 15، ولی آرای اصلی رو نگاه کن، آرای اصلی تغییر کرده. خب یه نکته میخوام، به یه نکته برسیم. الان من میام اینجا یه دونه
چیز دیگه جدید تعریف کنم به نام ریزالت. خب ببین داره ایرادی میده، میخوام فوریچ رو قشنگ تو ذهنت جا بیفته. فوریچ داره برمیگرده میگه void function return value in use، میگه فانکشن چیه؟ voide. اینجا این فوریچ که دارید استفاده میکنید و نمیتونی توی یه دونه چی بریزیش؟ توی متغیر دیگه. پس فوریچ فقط و فقط برای چیه؟ یک نمایش دادن. دو بیای مثلا رو اون دیتایی که هستش اینجا همزمان مثلا یه بلایی سرش بیاد. خب من اومدم الان اینجا این فوریچه، فوریچ فقط برای خوندن دیتاست. بعدا جیسون ما میام استفاده میکنیم، یه دیتایی داره اصلا دیتابیس میاد، همش آرایه است. این الان آرایه است دیگه، من آرایه رو اومدم از فوریچ استفاده کردم، به جای که از فور استفاده کنم برای رید کردنش از فوریچ استفاده کردم و دیتا رو خوندم. اینجا نگاه کن عملا هیچ تغییر اینجا پیدا رو 2 3 4 5 تغییری نکرد دیگه، اینکه اثبات کردیم نکرد دیگه، اینکه مشخصه. خب ولی من میتونم وقتی که میخوام ریدش بکنم بلا سرش بیارم به همین راحتی. حالا کی حال داره دوباره بنویسه؟ باز تورج اینو باید یه جا من بذارمش به خدا هر سری و 34 و تی اتسای مثلا تی دات کام. خب حالا اگه من اینجا مثلا برگردم بگم به علاوه مثلا مساوی تست بیا بهش اضافه بکن، ببین تورج و همه رو اومد اینجا اضافه کرد ولی روی اینش تغییری نکرد. خب ببین پس به نکته توی فوریچ میرسیم. فوریچ اولین کاری که میکنه چیه؟ رید میکنه آرایه رو، میخونه و موقعی هم که میخواید ریدش بکنید میتونید چیکار کنید؟ چنج بکنید دیتا هاتون رو، دیتا در واقع آرایه رو روش چیکار بکنید؟ یه تغییراتی داشته باشید. به این شکل دارید میبینید. ولی عملا کار فوریچ چیکار کردنه؟ رید کردن دیتا. خب در مورد فوریچ اگه سوال دارید بپرسید. میگه هر موقعی که بخوایم از طریق آرایه یک آیتم، این رو حالا فارسی شدهش رو برید بچرخید توی ویکی‌پدیا هستش، میگه عنصر یا عملیات رو تکرار کنید، میگه اولین و متدی که میاد تو ذهنتون یا در واقع تابعی که میاد تو ذهنتون فوریچ هستش. این متد در جاوا اسکریپت یک جایگزین در واقع مناسب برای ایجاد حلقه است. به جای که شما لنس شو به دست بیاری و آی پلاس پلاس کنی از چی استفاده میکنی؟ فوریچ. خب حالا به این صورت هستش. بریم اینجا مثالش رو من گذاشتم، حتی میتونید رو شرط هم بذارید، مثلا تو اینجا فانکشن دیگه شما میتونید شرط هم بذارید. مثلا اگر بگی if اگر دیتا مقدار صفرمش مثلا یا مقدار در واقع ایندکس، درسته ایندکس چیه؟ 0 1 2 3. آره اینجا میگم اگه مساوی شد با تورج، خب بیا اینجا مثلا تو کنسولات لاگ بنویس یو آر خودشیفتش میشه تو انگلیسی سلفیش. خب else بیا و کنسولات لاگ کن مقدار الم رو، بقیه رو بیا بخون. الان میاد اینجا به تورج که رسید نوشت یو آر سلفیش، بقیه چیکار کرد؟ چاپ کرد. پس عملا دیگه اینا رو من نخواستم بگم تو فانکشن. خب فانکشن شما عملا میتونید توش ایف و اینا هم استفاده کنید، از اون چیزی راحتیه. یعنی شما میتونید روی این دیتا هاتون هم چیکار بکنید؟ پردازش انجام بدید. سوال در مورد این او کار اشتباهیه دیگه، این داره عملیت فور انجام میده. آره میشه، بیا اینجا مثلا ایندکس داره شمرده میشه دیگه 0 1 2 3. آره میتونه استفاده کنه. ولی خب معمولا چون دیتا از سمت دیتابیس هیچ وقت اینو ببینید برای چی دارم میگم، به خاطر دیتا از سمت جیسون داره میاد. خب جیسون داره در واقع از یه مسیر بهت داده میشه، مقدار محدودیه. خب همین کارو تا انجام میده، نیاز نداره.